مردی اسرارآمیز که پیغمبر زمانش نیز حتی از دانش و امتیازات او برخوردار نبود و در میان مفسران و علما به یکی از اسرارآمیزترین شخصیت‌های تاریخ شناخته میشه. آیا حضرت خضر هنوز زنده هست؟ چه کسی حضرت خضر رو کشت و همسر حضرت خضر کی بود و با او چه کردند؟ اما قبل از تماشای این ویدیو از شما همراهان عزیز یک خواهش دوستانه دارم. برای تولید و جمع‌آوری این اطلاعات و تهیه این ویدیوها زحمت‌های فراوانی کشیده میشه و من به نمایندگی از تیم آمازون تیوی از شما خواهش میکنم برای اینکه خستگی این کار از تن تیم ما بیرون بیاد، حداقل این ویدیو رو لایک کنید و نظر خودتون رو حتی در حد یک ایموجی برای ما کامنت کنید و این کار شما قطعاً برای ما خیلی خیلی ارزشمنده. داستان از اونجایی شروع میشه که موسی علیه السلام در میان جمعی ایستاد و با سخنان خود بنی اسرائیل رو موعظه کرد، تا اینکه یکی از اونها پرسید: ای موسی، داناترین اهل زمین کیست؟ حضرت موسی گفت: من. دوباره از او پرسیدن: آیا تو داناترین مرد روی زمین هستی؟ و موسی مجدد گفت: آری. پس خداوند سبحان پیامبرش حضرت موسی رو به خاطر تحسین خودش و عجلهش در گفتن این که او داناترین اهل زمین هست سرزنش کرد. خداوند به موسی وحی کرد: ای موسی، من در بحرین بنده ای داناتر از تو دارم که نام او خضر است. پس حضرت موسی علیه السلام نزد او رفت تا از او بیاموزد و اینجا بود که سفر عجیب و غریبی برای موسی علیه السلام به همراه حضرت خضر علیه السلام آغاز شد و اتفاقات و معجزات و فراوانی در این سفر برای هر دوی آنها رقم خورد. خضر علیه السلام بنده صالحی است که در زمان خود اهل زمین اون رو به خوبی و تقوا یاد می‌کردن و دلیل اینکه نام او را خضر گذاشتن زیبایی غیر قابل وصف صورتش بود. در همان زمان درباره اینکه حضرت خضر یک بنده صالح است یا یک پیامبر در بین مردم شک بود و هنوز هم در بین علما و مفسران در رابطه با این موضوع اختلاف نظری وجود دارد. در مورد سن حضرت خضر نیز افسانه‌ها و داستان‌های زیادی وجود دارد. تا به امروز خیلی از ما به این موضوع باور داشتیم که حضرت خضر عمری طولانی داشته و تا همین الان زنده است. اما خب خیلی ها هم دلایلی دارن که نشون میده حضرت خضر فوت شده و در داخل زمین دفنه. در بعضی از روایات و گفته های تاریخی گفته شده که حضرت خضر موفق به نوشیدن از چشمه حیات شده و او تا روز قیامت زنده خواهد. حتی بعضی ها باور دارن که هر سال حضرت خضر در مراسم حج حضور پیدا میکنه و برای دعای مؤمنان آمین میگه و میگویند هر وقت اسم حضرت خضر رو بر زبون آوردین پاشین و به او سلام بدین که اون صدای شما رو میشنوه، هرچند که شما اون رو نمیبینید. اما قرآن در این باره چی گفته؟ خداوند متعال در قرآن کریم آیه 34 سوره انبیا میفرماید: و ما به هیچ کس پیش از تو عمری ابدی ندادیم و هیچ کس در این دنیا جاودان نخواهد بود و اینان که منتظر مرگ تو هستن خودشان جاودان خواهد بود. طبق این آیه هیچ کس در این دنیا جاودان نخواهد و عمر ابدی نخواهد داشت. پس آیا عمر طولانی حضرت خضر دروغ محسوب میشه؟ این آیه در زمانی نازل شد که اطرافیان پیامبر فکر میکردند که هیچ وقت مرگ به سراغ ایشان نخواهد آمد و با عمر جاودانی ایشان اسلام از خطرات محتمل در امان خواهد. ولی کافران از آن طرف منتظر شهادت پیامبر بودند که خداوند این آیه رو نازل کرد و به اونها فهموند که جاودانگی پیامبر تضمینی برای حفظ اسلام نیست و همه انسان ها میمیرند. ولی از طرفی هم کسی ادعا نکرده که حضرت خضر یا عیسی علیه السلام جاودانه هستند، بلکه همه انسان ها قبل از قیامت از دنیا خواهند رفت و عمر طولانی با جاودانگی دو مقوله متفاوته. اما همسر حضرت خضر کیه و آیا اون نیز با ایشون زنده هست یا نه؟
گفتن وقتی خضر به سن بلوغ رسید، پدرش اون رو به عقد زنی درآورد. پس خضر به اون دین یکتاپرستی رو آموخت و با اون عهد بست که به هیچ کس نگه و این راز رو پیش خودش نگه داره و فاش نکنه. و بعد از مدتی هم به دلایل نامعلومی اون رو طلاق میده. حضرت خضر علیه السلام پس از اینکه خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام دستور داد که نزد اون بره و جایگاه خودش رو به اون نشون بده، با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سفری عجیب و شگفت انگیز رو شروع کردن. خضر علیه السلام با موسی علیه السلام شرط کرد که از اون چیزی نپرسه تا اینکه خودش دلیل کارهاش رو براش توضیح بده. موسی علیه السلام نیز با این شرط موافقت کرد. پس چون موسی اون رو پذیرفت، موسی و خضر علیه السلام با هم به کنار دریا آمدند و در اونجا سوار کشتی شدن. اون کشتی پر از مسافر بود. در این حال صاحبان کشتی اونها رو سوار کردند. پس از اون که کشتی مقداری حرکت کرد، خضر علیه السلام برخاست و گوشه ای از کشتی رو سوراخ کرد و اون قسمت رو شکست و سپس اون قسمت ویران شده رو با پارچه و گل محکم کرد که آب وارد کشتی نشه. موسی علیه السلام وقتی این منظره نامناسب رو که موجب خطر جان مسافران میشد دید، بسیار خشمگین شد و به خضر گفت: آیا کشتی رو سوراخ کردی که اهلش رو غرق کنی؟ راستی که این چه کار بدی بود که انجام دادی؟ حضرت خضر علیه السلام گفت: آیا نگفتم که تو نمیتوانی همراه من صبر و تحمل کنی؟ موسی گفت: من رو به خاطر این فراموشکاری بازخواست نکن و بر من به خاطر این اعتراض سخت نگیر. از آنجا گذشتن و از کشتی پیاده شدن و به راه خود ادامه دادن. در مسیر راه خضر علیه السلام کودکی رو دید که همراه خردسالان بازی میکرد. خضر به سوی اون حمله کرد و اون رو گرفت و کشت. موسی علیه السلام با دیدن این منظره وحشتناک تاب نیاورد و با خشم به خضر علیه السلام گفت: آیا انسان پاک رو بی این که قتلی انجام داده باشه کشتی؟ به راستی که کار بدی انجام دادی. حتی موسی علیه السلام بر اثر شدت ناراحتی به خضر علیه السلام حمله کرد و اون رو گرفت و به زمین کوبید که چرا این کار رو کردی؟ خضر گفت: به تو نگفتم که تو هرگز توانایی نداری با من صبر کنی؟ موسی علیه السلام گفت: اگر بعد از این از تو درباره چیزی سوال کنم، دیگر با من مصاحبت نکن، چرا که از ناحیه من معذور خواهی. از آنجا حرکت کردند تا اینکه شب به روستایی به نام ناصره رسیدند. آنها از مردم آنجا آب و غذا خواستند. مردم ناصره غذایی به آنها ندادند و آنها را مهمان خود نکردند. در این هنگام خضر علیه السلام به دیواری که در حال ویران شدن بود نگاه کرد و به موسی علیه السلام گفت: به اذن خدا برخیز تا این دیوار را تعمیر و استوار کنم تا خراب نشود. خضر علیه السلام مشغول تعمیر شد. موسی علیه السلام تعجب کرد و گفت: رفتارهای تو خیلی عجیب است. تو می توانی با این مهربانی با این مردم که با تو بدی کردن رفتار کنی، ولی آنان که به تو خوبی کردن را آنطور مجازات می کنی. خضر وقتی این جمله را از حضرت موسی شنید، یقین پیدا کرد که موسی علیه السلام دیگر نمی تواند صبر کند و گفت: این لحظه لحظه جدایی بین من و توست. سپس خضر علیه السلام علت کارهایش را برای او گفت. کشتی که در ابتدا شکسته بودی متعلق به افراد فقیری بود که در دریا کار می‌کردند و از آن امرار معاش می‌کردند. پادشاه بداخلاق و ستمگری و پشت سر آنها بود که هر کشتی سالمی را که از سر راهش می‌گذشت به زور تصرف می‌کرد و کشتی را که دارای نقص بود رها می‌کرد. حضرت خضر عیبی را در آن کشتی به وجود آورد، به گونه ای که چون خادمان پادشاه آمدند به سبب نقص آن کشتی را ترک کردند. و اما آن نوجوان، پدر و مادرش با ایمان بودند و حضرت خضر بیم داشت که آنان را به طغیان و کفر وادارد. از این رو به امر خداوند او را کشت و از خداوند خواست به جای این دو فرزند، فرزند صالح و پاک سرشت و با محبتی به آنها هدیه دهد. در مورد سومی که همان دیوار است، مال دو پسر یتیم شهر بود که زیر دیوار برایشان گنجی نهان بود. اگر دیوار فرو می‌ریخت، با کندن و تعمیر دیوار گنج زیر آن فاش می‌شد. پس خدا خواست که این گنج برای این دو یتیم به خاطر حقوق و آبروی پدرشان حفظ شود.
و چون موسی علیه السلام نتوانست پای درس حضرت خضر تاب و تحمل بیاورد، مجبور شد که جمع آنها را ترک کند. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.